او څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ زنن راغلی ما باغ رئیس سیمه ته. نان پیدا نمیکنن، اولش بسیار و امیدان هر نان بایی سعی کنی سه تا چهار تا و در هر جای غلطی دگیست مکتب ایلا کنن با ما. داینده بخیر چی پلان داری که چی کاره شوی؟ میخوام رئیس شم. رئیس شوی؟ رئیس کدام شرکت یا رئیس جمهور؟ رئیس چیز این از این خبرنگارا. ما پیام دارم که جوانا باید کوشش کنند در سال که خدمت کنند به مردم و خدمت کنند به مردم و صلح اتفاق داشته باشند. دلوی او مهربان خدای په نامه د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم په لر او بر کې ټولو لیدونکو ته ټولو هیوادوالو ته هر چیرې چې ژوند کوي الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. بیا هم خوشحاله یم چې زه فرشته عظیمي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم او نن بیا هم راغلی یم چې تاسو ته ښکلی راپور ښکلې خبرونه در وړاندې کړم. او څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ زه نن راغلی یم باغ رئیس سیمې ته. دا سیمه باغ رئیس نومیږي او دا سړک تللی مستقیم چل ستون ته او څنګه چې دا موټرونه تاسو ګورئ دا مستقیم تللی سینمای پامیر ښار ته. نو هیله منده یم چې زموږ د خپرونې لیدونه خوند واخلئ. نو راغلی یم چې د سیمه کې زموږ هیوادوال په څه کارونه بوخت دي، آیا خپل کار نه، خپل روزګار نه، خپل غریبي نه راضي دي او یا خیر څه وینا لري؟ په ګډه سره بیې واورو. تاسو هم سره مل اوسئ. های عزیز دمی صاحب زیبای باغ رئیس یک برادر ما هستند با قانه مفروشن صحبت هایش همه داشته باشیم. سلام برادر عزیز. وعلیکم السلام. خوب هستین؟ بخیر هستین. نامتان چی است؟ عبدالواسی. عبدالواسی؟ واسی جان چطور هستی؟ خوب هستم. واسی جان چی مفروشی؟ پقانه؟ نمیر شما چقدر وقت میشه که مصروف پقانه فروشی هستی؟ یک سال میشه. یک سال؟ خب پیش از یک سال کار نمیکردی؟ کار میکردم. چی کار میکردی؟ میفروشم منگسکش. منگسکش؟ خوب خوب بسیار خوب. خوب واسه جان برادر کلان داری؟ آه یک دانه دارم. چند سال است؟ اش 19 ساله. چی کار میکنه؟ دبر چی کار میکنه که شاگرد است. خوب خانه کجاست؟ خانه در باغ رئیس. از خود است؟ نه کرایی. خوب واسه جان در خانه چند نفر هستین؟ 9 نفر. 9 نفر کی ها هستن؟ چند خوار داری؟ چند برادر داری؟ 6 برادر دارم یک خوار دارم. ماشاءالله ماشاءالله 6 برادر هستین. نام خدا یک در جان پوره. برادر کلانت 19 ساله. باز از خود کده برادر خوردم داری؟ یک دو دانه دارم. برادر خوردم دو دانه داری؟ خب واسه جان چطور از کاروبار میشه؟ کاروبار میشه، کمتون میشه، زیاد نمیشه. بازی پقانه چند نوه است؟ نه یک نوه پقانه است، گرد است، پقانه ای که اوایی است، یک قسم پقانه است که 50 روپی است، تو اکسک هاست و دیزاین های مختلف. وارم فروختی میاری؟ وارم میفروشم. باز قیمت های ای پقانه چند است؟ یه 30 روپه. دانه 30 روپه؟ باز میخرن؟ گان دانه میخرن نگه. زیادتر تفلا میخرن البته؟ زیادتر تفلا میخرن. باز از چند بجه مبرایی از خانه تا چند بجه جمعی باشی؟ ده بجه مبرایم تا شام خفتن دانم وقتا رستم. نان چاشت خوب از خانه میری چون خانه تا نزدیک است؟ نان چاشت خانه بره. خب واسه جان درس خوندی نخوندی؟ خوندیم صنف 8 مکتب هستم. صنف 8 مکتب هستین ماشاءالله ماشاءالله. چند سال هستی واسه جان؟ 16. 16 سال هست؟ خورد مالو میشی؟ خورد مالو میشی. قدرت بخشمان؟ خب واسه جان چطور است مکتب آخر رخصت است؟ کورس ها را تقیب نمی کنین؟ کورس های درستانی؟ کورس ها نه والا نمی تانم بخاطر فیز؟ والا. خب واسه جان چی آرزو داری؟ چی هدف داری؟ بخیر داینده چی کار شوی؟ هم می خواهیم انجینیر شوی. انجینیر شوی؟ انجینیر چی مثلا؟ ساختمانی. بشک بشک خوش داریم ساختمان های بلنده می بینی بگی ای کاش من ترایش من می بودم یک انجینیر می بودم. اما تو انشالله با روزهایت برسی، موفق باشی، یک بچه پرتلاش هستی، یک بچه موفق هستی، انشالله که به تمام روزهایت می رسی. خوب واسه جان چی پیام داری به دوستایت به هموطنهای عزیزت؟
پیام خاص ندارم. هیچ پیام نداری؟ نه. سلامت باشی باز. زنده باشی. علیکم و سلام همچنین خوش آمدین. اسم من نور محمد است از ولایت قندوز و رسوالی خان‌آباد باشنده باغ رئیس چلستون. این باغ رئیس به خاطر از این سابق بدر غن یک رئیسی که بوده بدر باغ داشته. باز ولی همین که باغ رئیس مونده تا اینم فعلا به نام باغ رئیس مونده تا میسانه. تقریبا 10 سال میشه. پیش از 10 سال به قندوز بودیم. کابل خوب ولایت از مرکز است. خوب است. باز قندوز بدر سرسبز است، بدر زراعت زمین است. زراعت زیاف داره. فعلا ما دمی سرای بدر اغان چوکی دار هستیم. این سرای میبینید کامرا اگر بگیریشه داخل سرای مسجد لیس بند قیس بالا بغلش سرای است. دمی سرای مصرفیت داریم. بله دو دانه بچه، پنج تا بچه دارم مال خدا. دو تاش گنگه است، سه تاش جور است. دو تاش قاری خانه میخونه، یکیش دریور است. از امنیت راضی هستیم، امنیت است. بدر زندگی ما خوب پیش میره. خدا را شکر روزی به تقسیم است. روزی به تقسیم از هر کس برابر دیانتش پروردگار میده. ما پیام ما دیگر چیزی نیست، پیام ما به امارات اسلامی و دولت مردان و کار غریبی را میاثر کنند. مردم بیچاره است، مردم تکه تکه است، بدر نان پیدا نمیکنند. اولش بسیار امیدان هر نان بایی سعی کنی سه تا چهار تا بدر هر جای غلطیدگی است مکتب ایلا کنند، مردم تحصیل کنند، درس بخوانند و در برای آینده کشور یک چیز جور شود. خب بیننده های عزیز، قسمی که شما در تصویر میبینید اینجا یک برادر کوچک ما هستن که چی مصروفیت دارن در صاحب باغ رئیس از زبان خودش میشنویم. سلام برادر عزیز. وعلیکم السلام. روی یک طرف کامرا دار بودی بیننده ها ببینن. خوب هستین؟ شکر خوب است. نامتان؟ آن فرزاد. فرزاد؟ فرزاد جان چطور هستی؟ شکر خوب است. نام خدا خوب. هم تایکلی هستی؟ کلاب نمیری؟ چند سال هستی فرزاد جان؟ 10 ساله. 10 سال هستین. اینجا مصروف چی کاربار هستین فرزاد جان؟ باسکل سازی داریم. باسکل سازی دارین؟ کمی طرف بیاین. امروز چطور هوا سرد است فرزاد جان؟ سرد نیست؟ سرد. خنک نخوردی؟ خنک. خانه کجاست؟ سرک نو. سرک نو از خود از خانه دا؟ نه. خانه از خود است؟ نه. خب امروز پدر جانت کار میکنی؟ را. یاد گرفتی؟ را. چی رو یاد گرفتی؟ این فنچری چیزا را کم کم یاد گرفتیم. کم کم یاد گرفتی؟ چقدر وقت میشه کمرای پدر جانت میای اینجا کمک میکنی؟ یک سال میشه. یک سال میشه؟ پدر جانت چقدر وقت میشه که در دوکان است؟ یک سال میشه ده. در کل از پدر جان تام یک سال میشه؟ آه. خب باز چطور از کاربارتان؟ میش دیگه نمیشه دیگه. خوب است دیگه؟ آه. زندگیست میچلا؟ پایین پاگه کار میکنیم یا دروپا مقاه کار میکنیم دیگه نمیکنیم. خب درباره می پنچر معنی بگوین از بایسکل مثلا پنچر شوه یک تایرش چقدر میگیرین؟ از موتر چقدر میگیرین؟ 20 روپا میگیرم باز از چیز دیگه 50 روپا میگیرم. از موتر 50 روپا یا 40 روپا؟ یا 40 روپا حسابش یاده. از بایسکل 20 روپا؟ آه. بازی جانم خدا عبور مرور موتر از بایسکل زیاد است، شاید شوه دیگه کارتان تا دیگر. نه دیگه نمیشه. فرزاد جان مکتب میری؟ آه. چند هستی؟ صنف 4 میشم. سه بودی 4 شدی؟ ماشاءالله. در کدام مکتب هستی؟ سلطان نازیه. سلطان نازیه؟ بشکت والا می 6 سال درس ما هم در سلطان نازیه خواندیم. یک مکتب بسیار خوب است که خاطرات بسیار خوب و خوش دارم از لیسه عالی سلطان نازیه. خوب فرزاد جان داینده بخیر چی پلان داری که چی کاره شوی؟ من خواهم رئیس شوم. رئیس شوی؟ رئیس کدام شرکت یا رئیس جمهور؟ رئیس چیست؟ این از این خبرنگارا. رئیس خبرنگارا؟ سلامت باشی فرزاد جان، انشالله که بعدا فرزاید برسی و مسلک ما شوی. شکر. علاقه داری؟ آه. باز چطور است در درس ها؟ چطور استی؟ درس میخوانی نمیخوانی؟
کمک کمک خو میخوانم. کمک کمک چرا میخوانی؟ خود چرا زیاد بخوان؟ زیاد تو میخوانم، کمک هم میخوانم. بس این حالا رفتم در دکان درس های خودش رو میکنم. در دکان درس میخوانی؟ آه. بیکار بندی در اوقات بیکاری؟ آه. کار نیکی میکنی، درس بخوان بخیر آینده تجور بکنی. باز در کدام مضمون لایق هستی؟ در دریام هستم، در ریاضیام هستم، در قرآن کریم هم هستم. ماشاءالله ماشاءالله. امی لحظه یک متن زیبا، ترانه، شعر در ذهنت نیست و ما بخوانی؟ تو فداشته باشی ببین ده. خب امی فرزاد چند نقط میخوره؟ نه نام خودت فرزاد چند نقط میخوره؟ یک تا نیست. زی هم داره نه؟ آه. سلامت باشی فرزاد جان، شوخی کردم امرت. خب فرزاد جان چی گفتنی، چی پیام داری به دوستایت، به همسنفیایت، به استادای عزیزت که لحظه میبینن خودت در تصویر و به هموطنای عزیز، چی گفتنی، چی پیام داری؟ عید گفتنی ندارم، خیر میام به مکتب بونن که خوب درس بخونن که اینجیشان جور شوه. سلامت باشی، تشکر از این درک و احساست. همینجا یک لالای دیگه باستن صحبتش همین داشته باشیم. یک بایک از در پشتشی که کجا رفته بودن یا کورس رفته بودن یا کورس میرن، از زبان خودشان میشنویم. سلام برادر عزیز. و علیکم السلام. نامتان؟ نام من رحمت الله است، فرزند نورالله هستم و تخلصم حیدری است. در کورس فضا هیگ انستیتوت درس میخوانم، انگلیسی و ریاضی درس میخوانم و دیگه. در کورس انگلیسی و ریاضی درس میخوانی؟ بله. در کدامش لایق هستی؟ در دوش لایق هستم. چقدر وقت میشه که کورس تعقیب کردی؟ دمی یک سال میشه. نه یکی چی میشه؟ یک سه چهار پنج ماه میشه. مکتب خو میری؟ بله میرم. سنف چند هستی؟ سنف هفت. ماشاءالله. در کدام مکتب هستی؟ مکتب خصوصی جواندون. خصوصی است؟ بله. مکتب خصوصی خوب است یا دولتی؟ مکتب دولتی یکی از اسنادش قوی است. مکتب خصوصی که از درسش خوب است اما اسنادش قوی نیست. خوب است دیگر. در صنف ده یازده بابا بود در مکتب های دولتی استادای ماستر میاد درس بیده. بعد از یازده مکتب های دولتی بهترین درس میده. خودت تا صنف چند ده مکتبای دولتی درس خواندی و چی باعث شد، چرا تصمیم گرفتی که در مکتب خصوصی شامل شدی؟ صنف اول تا حال را در صنف هفت درس بخوانم در مکتب خصوصی جندون، تا حال را در مکتبای دولتی نرفتیم، بچه کاکاوای میره در مکتبای دولتی دیگه، تا حال تصمیم شدم که دونگه پرسان نکدی. درباره میتود درسیشان فقط پرسان کردی؟ بله. درباره نظم و میتود درسی؟ بله. یعنی نسبت به دولتی خصوصی خوب است؟ بله. مکتب خصوصی نظم دارم، مکتب دولتی کدام نظم داره. کوشش نمیکنن، یعنی صد درصد نمیکنه سر درس سلام. سلامت باشی برادر عزیز. خانه کجاست؟ خانه با رئیس. پدر جان چیکار میکنه؟ پدر ما چیز در کمیسیون. برادرای کلان داری؟ نه خیر، خودم کلان هستم. کلان خانه هستی؟ بله. سلامت باشی. چی گفتنی، چی پیام داری؟ یک پیام دارم که امی وطن ما اتفاق بیفته، تا وطن ما جور شود، تا دانشمندان ما تا درس بخواند میرود به طرف دیگه، بر مملکت دیگه چی میکند، کمک میکند به درس خود، خودش در اینجا درس میخواند، بعد میرود خارج
بود بدیگه کشورها کمک میکنند باید این دانشمندا کسی بره به وطن خود پیشرفت کنه و چی اتفاق داشته باشند دیگه سلامت باشید مجور شو انشالله سلامت باشید. بیننده های عزیز سمی صاحب زیبای باغ رئیس یک برادر عزیز ما هستند که کتاب چه است پیشش فکر کنم از کورس آمدن یا میرن از زبان خودشان مشنویم که کجاست خانهشان در این ساحه دیگه چی مصروفیت دارن با هم یک جا مشنویم. سلام لالا جان. سلام علیکم. نام من محمد آشیر بنت بریالای هستم و در میرم با کورس. طرف کورس میری؟ بله. طرف کورس میرفتی البته؟ بله. چند بجه کورس میری؟ 11 تا 12. کورس چی است؟ کورس ریاضی. ریاضی است؟ بله. خب فکر کنم در مکتب در ریاضی کم مشکل داشتی؟ بله. کدام مضمون ها بسیار سخت است؟ جغرافیا، ریاضی، انگلیسی و بیولوژی، کیمیا. صنف چند هستی؟ صنف 9. ماشاءالله. در کدام مکتب؟ غازی‌عده. خب در این مضمون هایی که خودت یادآور شدی ذکر کردی در این مضمون ها مشکل داری؟ نه خیر، من تنها در ریاضی و انگلیسی مشکل دارم که انگلیسی ما حالا میخوانم 8 تا 9 صبح و ریاضی را تا 11 تا 12 صبح. بسیار خوب، یعنی در دو مضمونی که خودت مشکل داشتی کورس گرفتی تعقیب کردی تا ای که مشکل تل شوه. کاری نیکی کردی برادر عزیز. بخیر داینده، چی هدف داری، چی پلان داری که چی کارا شوی؟ میخوایم که یک دکتر باشم، دکتر صحیح شوم که خدمت کنم به مردم. یک دکتر شوی، خدمت کرده بتونی به مردم، به جامعه، به خود، به فامیل خود. سلامت باشی برادر عزیز. خانه کجاست؟ خانه دمی باغریش. از خود است؟ بله. پدر جان چی کار میکنه؟ بیکار است. بیکار است؟ بله. در خانه چند نفر هستی؟ 9 نفر. 9 نفر گفتین هستی. خب پدر چقدر وقت میشه که بیکار است؟ یک 4-5 ماه میشه. قبلا چی کار میکرد؟ قبلا ماین پاکی میکرد. ماین پاکی؟ بله. چی باعث شد که رها کرد؟ امی چی که طالبا که آمدن باز چیشان خلاص شدن، پروژهشان تمام شد؟ آره. خب سلامت باشین برادر عزیز. چی گفتنی، چی پیام دارین به دوستایتان، به هموطنایتان، به کسایی که شما را میبینن؟ من پیام دارم که جوانا باید کوشش کنن در ساب که خدمت کنن به مردم و خدمت کنن به مردم و صلح اتفاق داشته باشن. سلامت باشین، انشاءالله که صلح اتفاق داشته باشن، یکی دیگر خود درک بکنن و یک درک و احساس داشته باشن، کمک به هم دیگر، مهربان بودن یک کار بسیار خوب است که باید هر انسان داشته باشه. بله. سلامت باشین. خدا موفق باشین. انشالله کمی در دو مضمونی که شما مشکل دارین، یکی انگلیسی بود یکی ریاضی بود، انشالله که مشکلتان تمام شوه و آرزویی که دارین خداوند برآورده بسازد، زندگی خوش آرام داشته باشین. سلامت باشی لالا جان. تشکر. سلام علیکم خوارقان. خیر خیر، شما خوب هستین؟ اسم من عبدالرؤوف باشنده آقل شمس رنگمال هستیم، موچگری میکنیم دیگه، نمیجای گشتیم به توکل خدا، گفته دیگه خداوند کتی موچی میکنه. بله باشنده آقل شمس هستیم، باغ رئیس آقل شمس اردیش دیگه دواسط هستیم دیگه. ما نخیر نیک را میتیم، تقریبا 3-4 سال است که میکارم میکنم جای قرار شد. نه بچه جوان یک 12 سال اگر بچه یک دارم در موال سازی شاگرد است، اون پیسه ما قلم کتابچه و مکتب خود پورا کنه میتونه. والا بوتیش میگریم، پدنش میمونه، پدنش میگریم، یک انقاقش میمونه. توکل به خدا گفتیم یه ششتیم یه لقمه، یک خداوند روزی رسان است، میرسانه برای ما دیگه. توکل ما به الله گفته میشینیم دیگه، دست مردم سیل است، اینو میجه که خداوند چی میکنه کتی ما. والا یکم بنده خدا است میکنه، یکم کمک میکنه، تو کمک نمیکنه که بیادر بدرد ما بخوره که یک برج زغال شوه و یا بیادر یک 3-4 سر چوب مزروه که زمستان ما بیادر یک کتال اولاد ما بشنیم. 4 دانه بوشکر گرم میکنیم که دو یک روز برق است، یک روز نیش، یک شوز، یک جشم نوی، 4 تا کمپال سر خود مندازیم میشینیم دیگه، کتال اولاد خود تیر میکنیم. چطور کنیم خور؟ دیام دوره دو میشه گرفته بودیم، دوره دی دوره ما رو نگرفت، گفته که دی دوره شما گرفت، دو دوره گرفتی، دی دوره مستحق کسایی هست که نگرفتی. آرامی ملت افغانستان کار داریم، بیادر یه لقمه نان قلال پیدا کنیم، یه لقمه نان بر ما برسه. نمیجد ما دیگه چیش کار داریم دیگه، جنگ جدال در افغانستان ما نباشه، مردم ما کلیگی بدبخت هست، دهی حالت بزار خراب زندگی میکنه. اولش این شخص خودم امیال ایران به دربار خدا ماندیم که چی کنم،
نان خوردن می داشته باشیم، یک روز پیدا میکنیم، یک روز نمیکنیم، یک روز یک بنده خدا یک کمک میکنه، یک کتی ما یک روز نمیکنه. امروز دین 20 روپه کار کنیم، دین 20 روپه ما چه کنیم؟ یعنی 12 بجی روز میشه 20 افغانی کار کنیم خلاص 20 روپه ما بوته رنگ کنیم، یعنی دار پر رنگ ما میشه 20 روپه یک بنده خدا داد ما خلاص. این تا بار شدیم 12 بجی میشه. از این بای طرف شان توکل خدا با خدا خود سپرتیم دیگه. خداوند چیزی که در قسمت نصیب انسان میکنه امور برش حوالا میکنه میته. بیننده های عزیز، این بود گزارش امروز ما، برنامه امروز ما از ساحه زیبای باغ رئیس. امیدوار هستم مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد که باز هم من فرشته عظیمی در خدمت شما خوبان قرار میگیرم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. همیشه موفق باشین. الان نگهدار.